خدا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سال نو رو تبریک میگم، امیدوارم پر از حال خوب باشه براتون و از اینکه انقدر گرم کنار ما هستید متشکریم. بریم سر اصل مطلب. در برخی از منابع از استعفا به عنوان یک هنر نام برده شده. شاید موضوع برنامه امشب ما استعفا باشه، هنری که البته این روزها کمتر اثری ازش دیده میشه. یعنی وقتی میبینید کاری از دستتون بر نمیاد، چشم رو به روی پول و پست و مقام ببندی، بگی من نیستم، این هنره. الان یه جوری شده که نه تنها خودمون استعفا نمیدیم که اشیا و وسائلمون هم نمیذاریم استعفا بدن. هواپیما اگه زبون داشت تا حالا صد بار گفته بود عزیزم این نون خشکیه رو صدا کن منو بده ببره. به یه جایی رسوندیمشون که خودشونو میکوبن به کوه. یه هواپیما سوار شده بودن، 30 دور بالای فرودگاه چرخید، میگفتن چرخا باز نمیشه. بعد که باز شد گفتن متاسفانه پنچره. پنچرگیری هواپیما هم همونطور که میدونید یه سری محاسن داره، یه سری معایب. حسنش اینه که دیگه جک لازم نیست، خودش رو هواست. این ایرادش اینه که زاپاسو نمیتونی بذاری زمین قل بدی ببری تا پنچرگیری. دیدین یه وقتایی میگن که مشاهده شیء مشکوک در آسمان فلانجا این چیز خاصی نیست، لاستیک پنچره است. از بالا انداختن یه آپاراتی وایساده پایین بگیرش. با صد رحمت به مدیران استعفا ستیز داخلی، طرف کلن زندگی و زن و بچهش رو برداشته رفته امریکا ولی هنوز استعفا نداده، گفته من دورکاری میکنم. یعنی میری دفتر مدیریت حساب کنی، اول باید 2-0 رو شماره گیری کنی. یکی از اون ور خط میگه جانم قابلتون رو نداره، از فول آپشنامون خرید کردیم. یه لحظه گوشی، شهره جان، شهرام، یه ذره یواشتر، دارم حساب کتاب میکنم. خب اینجا مدیری داشتیم که استعفا داده باشه؟ بفرمی. یا مدیری داریم که حاضر نباشه استعفا بده؟ حاضر نیستین استعفا بدین؟ بفرمی. بخوای استعفا بدین از چی دادیم؟ بیاین بیاین. بفرمایین که استعفا نمیدین شما یا استعفا دادین؟ من خوراکم استعفا بوده آقای مدیری تو اون شرایط اخیر، چند سال اخیر، و باعث افتخارم بوده. چی بود کارتون؟ من توی شرکت خصوصی بودم، یه مسئولیتی هم حالا داشتیم، تو واحد مهندسیش بودیم. بعد شرایطی که من میدیدم اوایلش خوب بود، اواسطش میدیدم، حالا اون اصطلاح معروف به کار برم، یه حالت پاچه‌خواری زیاد شد و وقتی که مدیر اون گروه می اومد این سر به میز میخورد، دقیقا شبیه این حالت بود که ای جونم، این حالت بود و سر به میز میخورد. من سرمو خیلی دوست دارم و نمیخوام به میز بخورم. برای همین استعفا دادی؟ برای همین، دیدم شرایط جور نیست. من بعد دیدم میدون برای ما تنگ کردن، چون ما سرمون به میز نمیخورد، میدون رو جوری تنگ کردن که عرصه یک فعالیت رو برای ما تنگ کردن. و واقعا من دل پوری داشتم. من 4 سال 5 سال درس خوندیم، بالاخره درس‌های سنگینی بود که خوندیم، انتظارمون بالاتر از اینا بود که ثمره‌شو ببینیم، ولی متاسفانه محیط کار چیز دیگری دیدیم و الان داریم برای خودمون یه کاری می‌کنیم، کار تولیدی ساده می‌کنیم، خانواده نجیبی رو آوردیم دارن کار می‌کنن، عجیب خرج می‌کنیم، ثمره زیادی برامون نداره ولی باعث افتخاره که آقای خودمونیم و دیگه ایجونمون نداریم. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. شما بفرمایید قربان.
دوست داشتم که خدمتتون برسم. خواهش بازنشست هستم ولی در زمانی که خدمت میکردم دوست نداشتم که هیچ وقت استعفا بدم چون کارم رو دوست داشتم و خدمت میکردم به مردم. دوست مدیریت بود کارتون؟ بله کار مدیریت حقوقی انجام میداشتم. چون خدمت میکردم دوست نداشتم هیچ وقت. اشتباه هم اگه میکردین دوست نداشتین استعفا بدین؟ خیلی کم پیش میومد اشتباه بکنم. من تو طول خدمتم که 20 سال این کار رو انجام میدادم هیچ گونه اشتباهی نکرده بودم. خیلی هم عالی. بله. میکروفون لطفا. بله بفرمایید. خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت تمام حضار محترم و بینندگان محترم و یه سلامی هم میخوام خدمت خانم دکتر رحیمیان کنم که واقعا عاشقشون بودم. کارمو مجبوری گذاشتم کنار. چرا کارتون چی بود؟ من داخل بیمارستان ایرامه قسمت امارای کار میکردم. واقعا کار خوبی داشتم. بعد باردار شدم. بعد باردار شدم دیگه آقامون گفتن که نمیخوام زحمت بکشی کار کنی. بله. بعد من به خاطر آقامونو دیگه کارم رو قیدش زدم. عاشق کارم بودم. استعفا دادی؟ بله خودم استعفا دادم با اینکه مثلا مدیرمون خیلی دوست داشتن باشون کار کنم. گفتن دورکاری کنین حتی. ولی شوهرم گفتن نه خیر. چرا کاری که انقدر دوست داشتین و آقاتون نذاشتن؟ آقامون میگفتن خسته میشی چون مثلا میری سر کار میای مثلا وضعیت خوبی نداری. من دوست ندارم خسته بشی. بعد که الانم مادر دو تا بچه‌ام دیگه. آها بسیار خوب. افتخار میشه. هنوز دوست دارین که سر کار برگردین؟ یعنی ته دلتون دوست دارین که کار کنین؟ واقعا دوست دارم این کار خوبی داشته باشم. ولی از همه مهمتر تربیت این دو تا بچه‌مه که خیلی برام مهمه. آها. من میخواستم از آقاتون خواهش کنم که اجازه بدن که سر کار بر... میگن نه اصلا حرفشو نزن. چشم من چیزی نگفتم. همسرم راضی باشن که من کار کنم چون... آقا راضی این الان خوب خوب خیلی بله رو دادن خیلی خیلی خوب. چیزی هست بخواین اضافه کنی شما خانم؟ میتونم از... بله بله من میخواستم بگم که خانمایی که دارن کار میکنن اول از همه فقط تربیت بچهش مهمه چون ما وظیفمون اینه که بچه سالم به جامعه تحویل بدیم. بله. و این به نظر من بهترین لذت رو داره. از هر پولی که آدم میگیره خیلی ارزشش بیشتره که بچه ای تربیت کنه که بخواد به درد جامعه بخوره. بسیار عالی. بله متشکرم. متشکرم. آقای مدیری میخواد نرس چیزی بگم؟ جانم بله. میخواستم از همینجا از کلیه مسئولین بخوام که بیشتر به بازنشسته ها برسن. کسانی که 30 سال 35 سال عمر و جوانیشون رو گذاشتن الان با نوه و عروس و با رفت و آمد زیاد با این حقوق نمیتونن زندگی کنن. یه مقدار بیشتر بشون. بله حقوق بازنشستگیتون چقدر؟ حدود 2 تومن. حدود 2 تومن؟ بله. آره واقعا یه برنامه هم داشتیم چند روز پیش یا پخش شد یا قراره بشه راجع به همین حرف زدیم که خیلی خیلی عجیبه و امیدوارم که بس امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم. آقا بهتر بودن دست بالا. ایشون خانو چه سخت شد. هر سه تا اگه دو تا داریم بین خودتون بخشش کنیم. مرسی. چقدر بخشنده بودین هر دو. بله مرسی 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 خیلی ممنون قربونتون خیلی ممنون مرسی خیلی ممنون مرسی. خب ما ها اصولا مردمان سختگیری نیستیم. یعنی اینجوری نیستیم که انتظار داشته باشیم مسئولین با هر اشتباهی استعفا بدن. همین که ما رو در جریان فعالیتاشون قرار بدن برامون کفایت میکنه. مثال میزنم. اعلام کردن تیم ملی لیبی
میاد ایران برای بازی دوستانه. خب بعد از یه مدت گفتن نه نمیان. لیبی گفته برادر جان ما اصلا تیم فوتبال نداریم الان، فکر کردیم شما دارین شوخی میکنین، گفتیم باشه میان. بعد رفتن افتخارات سایر کشورها رو چک کردن، رسیدن به سیرالئون. 500 میلیون تومان دادن تیم آوردن ایران. روز بازی فیفا نامه زد که سیرالئون اصلا حق بازی نداره، اینا به دلیل دخالت سیاست در فوتبال اصلا تعلیق شدن. گویا یه بازیکنشون تک به تک و خراب کرده، رئیس جمهورشون از وی آی پی شلیک کرده بشه، هم چیزی. بعد نامه زدن به یه جزیره افریقایی که آیا شما با ما بازی میکنین؟ اونا گفتن مانعی نداره، فقط ما با نیزه بازی میکنیم. اگه اشکال نداره بیایم. توپتون سوراخ شد به ما رفت نداره. خلاصه آخرش تیم ملی رو بردن یه سالونی تو میدون خراسون، گفتن اگه میشه ما وایسیم بازی کنیم. بحث استعفا یا همان ترک محل در زندگی مشترک هم مهمه. آقایون دقت داشته باشن، منظور خانوم ها از گمشو لزومن گم شدن نیست. قبل از گم شدن لطفاً به لحن کلام توسط خانم و پسوند و پیشونداش دقت کنین. اگه بگه گم شو یعنی چقدر بد میاد، چقدر خوشتیپ شدی. اگه بگه گم نشو بابا یعنی چقدر بامزه ای تو. اگه بگه گم شو نبینمت یعنی جایی نرو من میترسم. حالا اگه گفت بهت میگم گم شو یعنی چی؟ یعنی واقعا گم شو؟ یعنی واقعا گم شو. اینو اگر شنیدین ترجیحاً در اسرع وقت گم شین. این پیشنهادم با آقایون. این رو عرض کنم پایان زمان شرکت در قرعه کشی ما 13 فروردین تا ساعت 24. این تاریخ تمدید نمیشه. ساعت 24 13. اگر 1 به 380 نفرستادین الان میتونید بفرستین، چون ممکنه یکی از برندگان 10 دستگاه بی ام و یا 10,000 جایزه نقدی ما شما باشید. با ارسال 1 به 380 بلافاصله و بدون قرعه کشی 200,000 تومان هدیه خرید خدمات و محصولات اول مارکت رو دریافت میکنید. کسانی هم که 1 بار 1 رو به 380 فرستادن میتونن دوباره با ارسال 1 به 380 شانس خودشون رو برای برنده شدن بالاتر ببرن. بحث تخصص در مسئولیت بحث بسیار مهمی، یعنی اگر قرار استعفا ندید لااقل برید سر اون کاری که بلدید، که هر روز بتون نگن چرا استعفا نمیدین. یکی از مسئولان سابق گفته بودن بعضی از اعضای شورایی هستن که یه ایمیل هم بلد نیستن برای خودشون درست کنن، در این حد با فضای مجازی بیگانن، کارشون هم در رابطه با فضای مجازی بوده. بعضی ها نه تنها ایمیل ندارن بلکه ایمیل هم بلد نیستن بفرستن. دیدم که میگم، داشتم به طرف آدرس ایمیل میدادم، گفتم اول باید بری به سایت www، خلو بعد کوچه ولی انصافا هم اینجوری نیستن که تخصص نداشته باشن، بی انصافی نکنیم. بعضی ها حتی فراتر از مسئولیتی که دارن تخصص و اطلاعات دارن.
مثلا اخیراً یکی از عزیزان پلیس فتا از دستگیری اعضای کانالی به اسم نمیدونم چیچی کراش خبر دادن. یعنی به شکل مبسوطی برامون توضیح دادن که کراش یعنی چی. گفتن کراش عبارت است از حالتی که یک شخص عاشق شخص دیگری می شود در حالی که اون شخص نمیدونه که این شخص عاشقشه. در ادامه ما رو با نوع دیگری از کراش هم آشنا کردن، حالتی که شخص عاشق یکی دیگه شده ولی وانمود میکنه که ازش متنفره. بعد اون یکی طرف نمیدونه این عاشقشه، نمیدونه ازش متنفره. یعنی کلن طرف اول هیچ بعد ما هنوز نمیدونیم. فقط اینی که کراش زده رو میگیرن یا اونی که روش کراش زدن هم میگیرن. مثلا سوفیا لورن نشسته خونش، در میزنن میگن پلیس باز کنید، فریبرز روت کراش زده، اونم میگه ای لعنت به این شانس، از پشت بوم در میره. خلاصه این که روتون کراش بزنن یا نزنن اصلا دست خودتون نیست، باید بسپرین به خدا. ته کاری که میتونید بکنید اینه که تو بیوگرافی اینستاتون بنویسین دایرکت ممنوع، کراش بزنی نفرین میکنم. آره اینو بگم، ستاره سه مربع، با این سه حرکت میتونید همه یه کارهاتون رو انجام بدید، قبض پرداخت کنید، شارژ بخرید و بدون نیاز به اینترنت و به صورت شبانه روزی. با انجام هر کدوم از این تراکنش ها از طریق ستاره سه مربع در قرعه کشی 10 دستگاه بی ام و 10,000 جایزه 1,000,000 ریالی شرکت کنید. یادتون باشه هر قدر تراکنش بیشتری داشته باشین بیشتر شانس برنده شدن دارین. ستاره سه مربع. نمایش ببینیم. مدیری دیگه تموم شد، دیگه تعیناش، همون بلایی که ازش میترسیدی سرت اومد. اون چیه؟ ها؟ التماس نکن مدیری. آره من تصمیم خودم رو گرفتم، دیگه هم کار از کار گذاشته. خیلی خوب بگو چیه؟ استعفام مدیری، امیدوارم که قبول کنی. قبول، برو موفق باش. یعنی چی قبول؟ یعنی چی؟ مثل اینکه از خدا تو من اینو بگم. آره چرا اینقدر عجولی مدیری؟ حالا بذار بخونم، یه وقت خوشت نیمد قبول نکردی. میگم نخونده قبول داری میری درم ببند. نه نمیشه، قانون استعفا اینه که باید خونده بشه. خودم میخونم. نه نمیدم، نه دروغ میگی مدیری. میخوای قبول کنی میدونم. آره با صدای خودم باشه یاد خاطراتمون میافتی، ممکنه دلت بسوزه، بعد قبول نکنی. گوش بده برات بخونم، گوش بده. خب به نام خدا، قلم در دست میگیرم و استعفای خود را آغاز میکنم. آری روزگار غریبی است نازنی، گاهی برای ماندن باید رفت. میگم قبوله، بفرمایی. خیلی دارم از دست ناراحت میشم مدیریا، این جمله تو هر استعفایی بوده، استعفا قبول نشده. یه ذره گوش بده این تیکه احساسشو گوش کن، ممکنه یه ذره اون دلت نرم بشه بود. گوش کن. آری، همشو اولش با آری شروع کردم. آره روزی با موی سیاه به دور همی آمدم و اکنون در حالی که شقیقه هایم با سفیدی گیسوانم تزئین گشته،
آرام و آهسته میرم. کجا الان سفید شده این؟ اینا اینجا سفید شده، یه دونه سمت چپم یه دونه تار سفید. اینا نداشتم وقتی اومدم دوره همی ها، الان دارم. خب من نمیبینم که اونه اینا هستی که لایی موهای مشکیه دیگه. گیر نده مدیری، گیر نده دیگه، هستی که دارم. من فکر میکردم اینجای استفام گریت بگیره مدیری. گریه چرا؟ اصلا بفرمایی. نه گوش بده، گوش بده اینجاشو گوی. آخ 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 آخ، اینجاش خیلی جالبه. این یه اشاره کرده به زحمات من، به تلاش های من تو دوره همی. اصلا داغونت میکنه این قسمت، گوش بده. آری طی این 3 سال جانکا، 2 پا داشته، 2 پای دیگر نیز قرض کرده و چونان 4 پایی فرمان بردار، به هر سویی که ساربان هش کرد سر چرخاندم. آری اکنون دیگر باید گفت ای ساربان، آهسته ران کارام جانت می رود. احساساتی شدی؟ نه میخوای استفامو پاره کنم همینجا؟ نه بفرمایی. نه بفرمایی نه، به خدا اون دلت سنگ مدیری. خب یکم نازمو بخر مدیری، بگو یه چی میذارم رو حقوقت بمون. نرو، بگو من این همه برای تو سرمایه گذاری نکردم که تو یهو بذاری بری. از این حرفا بزن، من یه ذره دلم. من اصلا کسی رو به زور نگه نمیدارم آخه. آره فهمیدم بود. ببین منو، من خیلی تیزم، خیلی بوزم. آره میخوای اون کارو بکنی نه؟ کدوم کار؟ همون دیگه، همون که استعفا رو میپذیرن بعد یه پست بالاتر میدن به اون طرف. اون کار، یه نقش یک. آره. آره ای کلا. نقش یک سینمایی گذاشتی بازم. آره باری کلا آفر. نه این استعفا به منزله پایان همکاری ماست. پایان همکاری ما؟ چه غلطی کردم من. حالا این آخرشو گوش بده، این امید آخرم گوش بده. آری میروم اما همچون سربازی جان بر کف، آماده خدمت در عرصه های دیگر هستم. یک سرباز هرگز تفنگش را زمین نمی گذارد. اینجوری اشاره غیر مستقیم کردم که یه پست بالاتر بهم بده میمونم. اینجوری خواستم بهت برسم. خب خب که چی؟ تفنگتو بذار زمین برو. ای خدا ازت نگذره محمود، ایشالله زمین گرم بخوری ایشان. محمود کیه؟ محمود صدا بردارمون دیگه، همیشه هم شادابه. به من گفت نقطه ضعف مدیری استعفاه، بگو استعفا میدم میذاره رو حقوقت. بیا حلال زادم. الو محمود، محمود مگه نگفتی جواب میده؟ الان داره میندازتم بیرون. باید قبلش باش لابی میکردم. من یادم رفت. یادم رفت. یعنی بهش توضیح بدم که من میخوام استعفا بدم ولی تو قبول نکن. باشه 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 باشه. مدیری بیا پشت. پاشو بریم پشت لابی کنیم دیگه. من خیلی خنگم، لابیش یادم رفته. بیا من میرم تو زود بیا، منتظرم. بیا یا خب تقریبا هممون پذیرفتیم که استعفا یه امر غیر ممکنه، حتی میشه به عنوان سوژه اصلی داستانهای علمی تخیلی ازش استفاده کرد. برگردیم به موضوع تایمینگ رفتن
و ترک محل در زندگی زناشویی. معمولا در یکی دو ماه اول ازدواج اینجوریه که یه لحظه هم همو ترک نمی کنن. آقاه میره آشغالا رو بذاره دم در، یه دستش آشغاله، اون دستش موبایل داره لبخند میزنه. خانومه تو خونه از طریق وبکم داره تماشاش میکنه. 4-5 ماه که میگذره، آقاه وقتی خانوم خوابش میبره یواش از جاش بلند میشه که بره پای تلویزیون. این خیلی کار سختیه، از عهده هر کسی بر نمیاد، خصوصا اگه تخت فنری باشه. تا تکون میخوری میگه قیش. دقت کنید، باید یه جوری بلندشین که صدا نده. مشتتونو فشار بدین به تخت، بعد بدنتونو از رو تخت بلند. این باعث میشه فنر همچنان پایین بمونه، صدا نده. هر جای بدن رو که خواستید بلند کنید باید مشت و فشار بدین همونجا. تقریبا 45 دقیقه زمان میبره. حدود 1 سال از ازدواج که میگذره، آقاه پشت آیفون زنگ میزنه، خانم میاد یه نگاه میکنه، میبینه شوهرشه، میره دستشویی، میگه اومدم بیرون باز میکنم که فکر نکنه خیلی منتظرش بودم. مهمان داریم، چه مهمانی، بازیگر خوب، سینما، تلویزیون، تئاتر که بسیار خاطره دارین همه شما، و یک بانوی موفق، پانتا بهرام. خیلی خوش آمدین. ممنونم. اگر سلام علیکی هست بفرمایید. حتما با کمال میل سلام میکنم به شما. خدا قوت میگم بهتون بابت این برنامه شیرین و دوست داشتنی. سلام میکنم به همه شما حضار نازنین و همه کسایی که ما رو تماشا میکنن. امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشیم در کنار هم دیگه، و از اون مهمتر سال خوبی برای خودمون و دیگران بسازیم. یعنی امسال تلاش کنیم که حال خودمون و حال اطرافیانمون رو خوب کنیم مدام. بله. مبارکش کنیم خودمون سالو. بسیار عالی. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و آمدی. بریم سر سوالا. یهو سوال اول اینه که چرا میگین بازیگری آسونه؟ آها، من چرا سوال کردی؟ من از شما پرسیدم خیلی توضیح دادم آخه. کدوم بخشش سخته؟ سخت نیست، همه دیدیم پشت صحنه کارهای آقای مدیری، و هم پشت صحنش با نمک همه میخندن، هم وقتی اجرا رو میبینیم هممون کلی میخندیم. خب معلومه خوش میگذره دیگه تو اون کار. پس سخت نیست؟ آسون تره کار ما، یه کمی آسون تره دیگه، بیشتر خوش میگذره به آدم. خب مگه شما چی کار میکنین که سخته؟ والا به خدا خیلی وقتا هروله. یعنی چی؟ یعنی خیلی از پروژه ها انقدر لحظه های تلخی توشه که تو مجبوری 20 بار تکرارش کنی. خب. که بعدش دیگه چیزی جز یک جسد غمگین ازت باقی نمیمونه. 20 بارم تکرار کنی. خب 20 بار گریه کنی، زجه مور بزنی. نهار تا اینجا. نمیذارم، من هی میخوام هیچی نگم، خودشون نمی... خب آخه اجازه بدی. نهار خورده تا اینجا، هوای خوب، تو کلاردشت فیلم برداری کجاست؟ کلاردشت. الهی بمیرم. یه 4 تا ویلا هم اجاره کردی همه تو. بعد شربتتونم خوردین، بعد موزیک هم داریم، یه چیز فلش با خودشون میبرن یا این چیزا اینا تو. خب 3 بارم گریه کنین بسن.
نه اجازه بدیم. بعد پروژه‌ای که شما میرین کجاست؟ اجازه بدید. خب اون کلار دشتی ها به من پیشنهاد نمیشه. بعد گریه هم کردی سه بار اصلا. خیلی خوب. حالا گریه هم میکنن بعضی ها هم از این چیزا میریزن تو چششون. گریه نیست اصلا. چی چیه؟ اشک مصنوعی میریزن اشکش. بعد عصرونه چی میل دارین ببخشید؟ نیمرو دارین با خیار شور خوب با گوجه؟ بله الان درست میکنن. درست میکنن میان. خب این لالوها دو دفعه هم شیون و واویلا کنیم. ما فیلم توکیو بدون توقف رو با هم کار کردیم، هم بازی بودیم، خیلی سخت گذشت. خب اونم تو همون ژانر بود دیگه، تو ژانر که آدم حال بهتر رو فقط بخش گریه سخته. نه دارم مثال میزنم. بعد اون پروژه‌ای که شما میگی خیلی کم اتفاق میفته. چرا؟ اصلا از اونا بگین منم بیام بازی کنم. به خدا اینا این همه تماشاچی کارهای منو دیدن. کلار دشت بوده؟ به جز آشقانه. سریال عاشقانه دو سوم شمال بود. هر روزم کباب میدادم. من میدونم همه رو. به خدا از 10 ماه فیلم برداری 5 روزش من شمال بودم والا. خب. حالا پروژه های دیگر سخته. چشم سخته. الان شد یه کارایی سخته. خیلی خوب. یه کارایی اصلا هر کاری تو دنیا یه وقتایی سخته. شما مثلا اصلا میخوای لامپ عوض کنی، خب آسونه دیگه، در کل میری اینو میپیچونی اینور، یه لامپ نوور میداری میپیچونی اونور، این کار آسونیه. ولی یه وقت میری در میره از زیر پات، با سر میری تو کمد. امروز سخت بود لامپ عوض کردن، ولی لامپ عوض کردن همیشه سخت نیست. به نظر شما بازیگری شبیه لامپ عوض کردنه؟ آقا ببین، آقا من همینجا اعلام استعفا میکنم. تموم شد. بعد دیگه بازیگر نیستم اگه بین. ببین هیچ کدوم از این عزیزایی که اینجا تشریف دارن نه فامیل منن، نه آشناییتی داریم. همه فقط حقیقت رو میگن. خب فقط این که خدا قسمتتون کنه یه سکانس بازی کنیم. یه سکانس ایشالله خدا قسمتش. خب. این دعا نیستا ولی باش. نه من همیشه میگم که هر کاری سختی خودشو داره. آره بابا من یه وقتایی شوخی میکنم، قلوف میکنم، ولی یه وقتایی دوستان قلوف میکنن تو این ماجرا، من هرس میخورم. میگم اینجوری هم که میگید نیست، ولی خب معلومه بازیگری سختی های خودشو داره. خیلی شرایط، تو شرایط سخت، تو اینا. حالا یک جایی گفتی که سه تا عدد رو باید فراموش کرد. یکی وزن، یکی قد، یکی سن. بله. چند سالته؟ من 48 سالمه. 48؟ سیزده اسفند 48 سالم. یعنی متولد میشه 48. بله. چه ماهی؟ اسفند دیگه. سیزده اسفند. اسفند. و خانمای اسفندی سختن؟ من خیلی به این ماجراها اعتقاد ندارم. نه. سختم حتما توشون هست. خیلی خوب. منم یکی از اونا. با تئاتر شروع شد کار حرفه‌ای؟ بله. یکم از اون روزا برامون بگین. دهه 60. در واقع 70 شروع کار حرفه‌ای بود. دقیقاً سال 70. از چیش بگم این که چی شد که اینجوری شد؟ آره اولین کار حرفه‌ای چه شکلی اتفاق افتاد؟ این که خب من فهمیدم که میخوام بازیگر باشم ناگهان یک روز. و دلم میخواست واقعا فقط بازیگر باشم، یعنی بخش شهرتش یا مسائل مالیش اینا واقعا برام مهم نبود. که اگر بود قطعا از تئاتر شروع نمیکردم. این حرفه رو دوست داشتم، این تجربه زندگی های مختلف رو دوست داشتم. همه اینا باعث شد که تئاتر رو انتخاب کنم. خوشبختانه از شروعم موفق ظاهر شدم و اینکه به شدت مورد تشویق قرار گرفتم که راه تو درست انتخاب کردی و ادامه بده و همون شد.
منطقه مثل هر کس دیگه ای که اول لامپ عوض میکنه بعد میره سراغ چلچراغ، گفتم کم کم حالا شغلو گسترده کنم، تلویزیون بیام، سینما بیام، ببینم چه اتفاقی میفته. خوش گذشت، خیلی موندم. ببین اگه خیلی سخت میگذشت که نمیدونم. خب و البته اینم بگم یکی کار شما یکی از اولیناش بود، یعنی در واقع دومین فیلمی بود که کار میکردم یا اولیش؟ اولیش اصلا توکیو اولین فیلمی بود که کار کردم و خب شاید علتش اینه که خب در کنار شما بودنم باعث شد خوش بگذره. خواهش میکنم، مرسی. مرسی. سال 80 سال 80 بود. آره. ولی در فیلم هامون یه پلان کوچیک داری. بله. سال فیلم هامون سال 69 سال 69 و یه پلان انگار رد شدی فقط. بله. آره. توی فیلم هامون یه دونه ردم بشی خوبه، یعنی انقدر این فیلم درجه یکه و انقدر روح شاد خسرو شکیبایی، چه بازی درخشانی، چه بازی‌های درخشانی در اون فیلم و چه فیلم فوق‌العاده‌ای. هامون مشق کلاسی ما بود. من موقع هنرجوی بازیگری بودم و استاد عزیزم خانم آدینه که سلام میکنم بهشون و بهترین ها رو برشون آرزو میکنم، گفتن که بهتره از نزدیک مواجه بشی با یه کار تمام حرفه‌ای و چه کسی بهتر از آقای مهرجویی. و پیشبینی از همون موقع همین بود که هامون خیلی فیلم درخشانی خواهد بود. ما رفتیم و من همینجوری با دهان باز با آقای شکیبایی و خانم فرحی عزیز نگاه میکردم و یهو اومدن آقای مهرجویی گفتن که یه لباس میای بپوشی اینجا رو ردشی. کدوم سکانس بود یادته؟ مزون لباس بود. آه خانم فرحی مزونی داشتن برگزار میکردن که درگیر میشه با اون عروسه. بله دقیقا. بله. و از همون موقع فهمیدم خیلی کار سختیه، چون همون یه بار رد شدن دقیقا 12 ساعت ما منتظر شدیم تا من فقط از اونجا رد شم. خب از بازیگرانی هستی که به صورت آکادمیک این رشته رو دنبال کردی، تحصیلات در این زمینه چقدر واقعا مؤثره؟ خب طبیعتا از نظر من خیلی مؤثره. به این دلیل که تو وقتی پیشینه قوی داری، وقتی میدونی کجا اومدی، وقتی سواد کاری رو که انجام میدی داری، بخش تجربی تیه خورده زمان کوتاه‌تری طی میکنه. مجبور نیستی مدام زمین بخوری، برخیزی یا منتظر شانس فقط بمونی. درسته. یه توشهی با خودت داری، این توشه باعث میشه که سریعتر برسی به چیزی که میخوای. علاوه بر این که داشتن هر علمی اعتماد به نفس آدم رو بالا میبره. حال آدم بهتره وقتی فکر میکنه در موقعیتی قرار میگیره که میدونتش، موقعیت رو بلده. به این دلیل این اتفاق خیلی مهمه، ولی این درصدی از ماجراست. درست. به هر حال شانس و اقبال خیلی مهمه، اینکه در زمان مناسب در جای مناسب باشی خیلی مهمه، ولی من خوشحالم که تحصیلات آکادمیکشو گذروندم. خیلی خوب. اسم بانو گلاب آدینه آمد، خانم مهربان دوست داشتنی و بازیگر درجه یک در سینمای ما. باز هم دعوت میکنیم که مهمان ما در این برنامه باشن. گفتی شانس و اقبال هم کمک میکنه، در این زمینه خوششانس بودی؟ بدشانس نبودم. ولی خیلی خوششانس هم شاید نه. یه وقتایی توی جای مناسب در زمان مناسب بودم، یه وقتایی یه جایی رو از دست دادم که شاید هنوز قبطه میخورم بابت از دست دادنشون. یعنی مخالفت کردی که تو اون فیلم باشی یا نشده؟ گاهی این گاهی اون. گاهی مخالفت کردم بعد پشیمون شدم که نبودم. گاهی موافق بودی گاهی موافق بودم ولی شرایط طوری شده که به ثمر نرسیده.
و باز ناراحت شدم که چرا اتفاق نیفتاد. پس کاری هست که کرده باشی پشیمان باشی از انجامش؟ از انجامش نه. از انجام ندادن شاید، ولی از انجام دادن نه پشیمان. خب تئاتر ترجیحی برات داره نسبت به تلویزیون یا سینما؟ یا اصلا ترجیحی بین اینا هست؟ در تئاتر احساس آسودگی بیشتری دارم، شاید چون خواستگاه هم اونجاست. خیلی خیلی راحت ترم وقتی دارم تئاتر کار میکنم. یه مثال ساده، الان اگر که دوربینا خاموش بود و من فقط داشتم با شما و مردم حرف میزدم خیلی آدم راحت تری بودم. آره میخوام اینو بگم. دوربین روشن. آره میخوام. هنوز بعد از این همه سال. آره میخوام اینو بگم. در تئاتر با یک قدرت دیگه‌ای بازی میکنی، با یک انرژی درونی عظیمتری بازی میکنی. این رو چی به تو میده در لحظه؟ خود ماهیت تئاتر، حضور زنده آدم ها، یا چی؟ به نظرم رو تئاتر یک اصلا یه آدم دیگه میشی روی صحنه تا جلوی دوربین. بخشش تعصب شخصی هم هست. آها. جور دیگه ای روی تئاتر تعصب دارم. مهمترین دلیل شاید اینه که تئاتر فضای بازتری داره. من نمیدونم چقدر از دوستانی که اینجا هستن اساسا تئاتر بین هستن. در کشور ما تئاتر فضای بازتری برای عنوان کردن خیلی از موضوعات داره. فضای بازتری برای ارائه مطالب، حتی برای اکت، برای بازیگر خیلی آزادتره. این خودش علت مهمیه برای که حال آدم رو صحنه خیلی بهتر باشه. این که تو میتونی بداهه گویی کنی، بعدش دیگه کسی نیست سانسورت کنه. حرفتو زدی جلو چشم تماشاچی، چیزی رو که میخواستی و گفتی، و خب اگه لازم باشه پای عواقبش هم ایستادی. به نظر خودم اینا خیلی میتونه دلایل کافی باشه. بله درسته. اساساً یک خانم محکم و قوی به نظر میای. حالا شاید این رو از فیلم هایی که ازت دیدیم یا سریال ها، این شخصی هم هست؟ یعنی این مدلی هستی اساساً یا آدم خیلی احساساتی هستی؟ اون یه اکت دیگه است. سال هاست که براش تلاش میکنم برای رسیدن به این قدرت، اما حقیقت اینه که به لحاظ درونی بسیار آدم شکننده ایم. انتخاب بازیگری برام پیدا کردن جسارت یک سری کارها بود. یعنی دوست داشتم کمک بگیرم از صرفه بازیگری برای اینکه بهم شجاعت و قدرت بده. یکی این که تعمدن نقشای اینجوری رو بیشتر انتخاب میکنم که خودم رو مجبور کنم آدم قوی به نظر برسم. صادقانش اینه که شاید یه جور ماسکه که اینطور به نظر بیام، چون من از خانواده خیلی عاشق و ملایمی میام، خانواده بی حاشیه یه صلح طلب. هیچ وقت به هم یاد ندادن چجوری میشه توی دنیا جنگید، چجوری مبارزه کرد، چجوری حق تو بگیری، یعنی خودمونیش میشه این. ولی پدر یه جمله‌ای گفتن اگر تو پانتا پسر میشد من هر روز تو کلانتری بودم. بله پدر، اینو از کجا میدونی؟ بله، این به خاطر همون لحظه هاییه که یک آن به خودم میگم که الان وقت بروز دادن یه جسارته، الان وقتشه که اینجا باید مثلا یه فریادی بزنی. اون لحظه ها که بروز میکنه، آره. بعد برای پدر من که خیلی صلح طلبه، یه بار فریاد زدنم به نظرش دیگه منو با ببرن کلانتری. برای اون همون یه بارم خیلی زیاده. الان که موقع بروزش نیست. نه الان همه چی خوبه. الان خوبی، آرومی، همه چی خوبه. چون اولش یه ذره به نظر عصبانی و با بروز به نظر اومدی راجبه با سختی بازیگری، که من سری گفتم نه باره سخته اینا کوتاه اومدم. نه خب شما خودتون تویش گفتگوی شرکت نمی کنین یا کم حد دقیق شرکت میکنین؟ نه من میکنین. گفتگو نمی کنم. خب چرا؟ یه عالم سوال داریم هممون از آقای مدیری نداریم؟ کجا باید جواب بدن؟ خب بله چشم، دو تا سوال ازم بپرس.
دو تا سوال. اگر مجری نبودین دوست داشتین چه کاره باشین؟ مجری و کارگردان، یعنی این کاری یعنی که الان کار هنر نبودم. شما بیشتر میخونین، مجریگری میکنین و کارگردانی میکنین. اگه هیچ کدوم از اینا رو انجام نمیدادین چه کاری انجام؟ من اگر اساسا تو این حرفه نمیومدم زیست شناس میشدم. یعنی علاقه ای از کودکیم زیست شناسی بود، چون برادر بزرگم زیست شناسی خونده بود، از بچگی آشنا بودم با این فضا. تحقیق راجع به زندگی حیوانات، کمک به اونها و محیط زیست. چقدر عالی، چقدر خوب. دیگه چی؟ سال و نه عاشق که گفتن 18 بار شدن. جزئیاتش هم گفتن؟ چهار تاشو گفتن. الان دهمی رو میگین؟ دهمی هم گفتن؟ دهمی رو فکر کنم گفتم، سومی رو گفتم، هفتمی رو گفتم، اولی رو گفتم و دهمی رو. چرت. آخری 18امی. آخری نه، خب 18 نه، آخری 18امی نمیشه. آخری میشه 19امی. و این چون مال دیروزه هنوز نمیدونم، بنابراین بزن یه ذره بعدتر جلوتر که رفتم. اگه سوالی نداری من ادامه بدم. بسار. گفتی که کار طنز، کار کمدی دوست داری، کار کمدی رو؟ بله خیلی. ولی چند سال دور بودی یا خیلی. پیش نیامد که تو در فیلم؟ چرا، تئاتر کاری داشتیم به اسم شکلک، یک تئاتری داشتیم که کاش دیده باشین، اگر ندیدین هم فکر میکنم دیویدیش هنوز توی بازار هست، که خیلی هم طنازی کردم تو اون کار. خیلی هم همه دوست داشتن، بابتش هم جایزه بردم، ولی بعد از اون تکرار نشد. تکرار الان کنی؟ الان دوست داری که کار کمدی بکنی؟ بله. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. من دعوت میکنم شما رو به کار کمدی. با افتخار. یکی از خانم بهرامی که از اون بازیگرانی هستن که نقشای پیچیده سخت رو دوست دارن که برن سراغش و تجربه کنن و زیر بار گریم‌های سخت هم میره. خانم‌ها در سینما یا تلویزیون خیلی سخت زیر بار گریم میرن که حالا صورتشون به هم بریزه، زشت بشن یا غیره، ولی از اون بازیگرایی هستی که اصلا دوست داری این چالش رو. بله. و مثلا یه نمونه دیگه خانم گوهر خیراندیشن، دوست دارن این چالش رو و زیر بار گریم های سخت رفتن و این خیلی میدونم خیلی لذت بخشه. اون بخش سختی کار تو ایناست. یه بخش. آره یه بخشی از سختی. یه بخش دیگه هم باز بگم، هی داره یادم میفته. یه دوره که هنوزم هست، ادامه داره، الان سر سریالی هستم که همچنان یک نقشه کمی تیره، نمیگم نقشه حتی خاکستری، دارم بازی میکنم. خیلی سخته که تو گاهی آقا تو نگاه آدمایی که خودتو نمیشناسن و فقط به واسطه بازیت میشناسنت جوری نگات کنن که دوستت ندارن، و این خیلی ممکنه برای یه آدمی مثل من که این ریسکو میپذیره اتفاق میفته. این خیلی سختیه کاره، این که با آدم ها بگی مدام تکرار کنین فقط بازیه، چون ما در دنیای بازیگری همین چهره رو فقط داریم. وقتی این صورت مدام توی نقشای تلخ تکرار بشه، بله، برای مردم خاطره منفی تو ذهنشون ایجاد میکنه. پذیرش این ریسک که این احساس رو از سمت آدم رو بگیری، اینم یکی دیگه از سختی های کاره. یکی دیگه از دلایلش رو من بگم. تو خیلی از فیلم ها زن دومی. اینم هست. آره مردم دوست ندارن، مثل شریفینی ها که 7 زن داره تو همه ی فیلم. معمولا آدم ها انگار از زن دوم خیلی خوششون نمیاد و این تأثیر میذاره. آره بازی هایی که ما میکنیم در جامعه تأثیر میذاره رو نگاه مردم به ما. من آدم خوبیم. بله آسان شک نداری.
اگه آدم خوبی هستی بگو که عاشق شدی. معلومه. بفرمی. بله من عاشق شدم. حالا مثلا کی؟ آخه نمیشه که حالا شما هی اصرار به تفکیک این ماجرا دارین، عشق به جنس مکمل و یا عشق به هر چیز دیگه ای مثل گل و گیاه. ولی عشق امریست جاری در زندگی، حالا نمودهای گوناگونی پیدا میکنه. از 5 سالگی شروع کردم به عاشق شدن، شاید باید اینو بگم. درک اون تپش قلبی که برام اتفاق میفته اولین بار 5 سالگی. خیلی خوب. راجب سینمامون، راجب فضای هنری حرفه‌ای که درش فعالیت میکنیم میخوای چیزی بگی؟ چطور میبینی اوضاع رو؟ من به شدت احساس تحولات عمیق دارم در جامعه و به تبع اون در همه جای جای زندگیمون و حرفمون و همه چیز. احساس میکنم همه چیز داره یک همه اساسی میخوره، مثل اینکه داریم به همه چیزی که تا الان داشتیم یه بازنگری میکنیم تا همه چیز رو دوباره از نو بسازیم. این به معنی بهتر شدنه؟ به نظر من اول یه کمی به هم ریختگی داره. هر تحولی اولش یه کمی به هم ریختگی داره، چیزی که الان توی جامعهمون هم هست. جامعهمون جای جایش دستخوش تحولات از درونمون تا بیرون. خب طبیعی، سینما آینه تمام نمای اتفاقی که داره تو جامعه میفته. تو سینمامون هم داره همین اتفاق میفته. من خوشبینم، احساس میکنم هممون داریم خودمون رو دوباره انگار پیدا میکنیم، همه چیز رو دوباره دیدن. و این آره، این قطعا توی سینما و تلویزیون هم خواهد اومد. آگاهی مردم میره بالا. من یه آرزوی مدت ها پیش کردم و هنوز این آرزو رو دارم. آرزوم این بود که یک روزی ما هیچ روشن فکری نداشته باشیم، به این دلیل که فرد مردم ما انقدر روشن فکر باشن که دیگه نیازی به روشن فکر نباشه. نمیدونم چرا گریه میکنه. جایی گفتی من از توقیفی ترین بازیگران سینما هستم. خودت یا کارهایی که درشون بازی میکنی؟ کارها. بله، خیلی هاشون. این اکران نشدن؟ یا اکران نشدن هرگز، یا با تأخیر اکران شدن، یا خب طبیعتا آدم وقتی تو شروع کارش پر از شوره دوست داره هی تو فستیوالای مختلف دیده بشه. هیچ کدوم از فیلمای من توی فستیوالای جهانی اجازه شرکت پیدا نکرد، هیچ کدومش. خیلی هاشون حتی توی در واقع فستیوالای داخلی. مضاف بر این که من واقعیت اینه که در سینما به یک سری روابط اعتقاد دارم. من فکر میکنم که در معرض بودن، معاشرت داشتن، اینا تأثیر داره توی انتخابای آدم. من انقدر سعی کردم همیشه بی حاشیه باشم، این خودش گاهی فکر میکنم لطمه زننده بوده. اما بعضی وقتا به خودم این نویدو میدم، میگم این میزان بی حاشیه بودن خودش یه جور حاشیه است. آره. در فضای مجازی نیستی یا هستی؟ یه اینستام ولی خیلی کنترل میکنی؟ کنترلش میکنم، اونم حتی سعی میکنم که از کنار برم بیشتر. خیلی هم عالی. در چه زمینه خیلی سختگیری؟ شاید اینجوری بگم که خط قرمزت چیه در زندگی؟ در چه زمینه سختگیرم؟ فکر میکنم تو همین حرفه خودم. نه منظورم مثلا اصلا خط قرمز اخلاقیت، اون چیزی که خیلی مهمه. آدمی که نشه به چیزی قسمش داد به نظر من خط قرمزمه. آدمی که نبتونی بهش بگی مثلا تو رو به جان مادرت، نبتونی بهش بگی تو رو به خدا، نبتونی بهش بگی تو رو به هرچی میپرستی، تو رو به گل. آدمی که هیچ اصولی نداره و به هیچ چیزی نمیشه قسمش داد، خط قرمز منه برای اینکه هر گونه دوستی باهاش داشته باشم.
تو آدم. آره دیگه، آدم اینجوری هر چیزی ازش برمیاد. بله و ترسناکن اینجور آدم ها. خیلی خوب. و احساس خوشبختی داری؟ بله. خدا رو شکر. به موزه دور همی ما چه هدیه میدی؟ یه هدیه آوردم راستی، بعد به خودم می آوردم، یه بچه ها میارن آوردم به هر حال همراه خودم. میتونی اعلام کنی که چیه؟ یکی از سخت‌ترین کارهای جهان انتخاب یک چیزی برای موزه دور همی مثل بازیگریه. این بود که بعد از اندیشه های فراوان، من گاهی اوقات یه دلنوشته هایی دارم، سال هاست که اینا هست، اسمشو شعر نمیذارم، جسارت به ساحت کسایی که شاعرن، اسمش دلنوشته است. یکی از اینا رو دو سال پیش دوست عزیزی خانم خدایار در واقع با خط خوش و با نقره نوشتنش و روی یک لوح اینو خودشون به من، شعر خودمو در واقع نوشتن و به خودم تقدیم کردن. این لوح رو با افتخار تقدیم میکنم به موزه دور همی. خیلی با ارزشه. مرسی. خیلی ممنونم. خیلی با ارزشه. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. پانتا بهرام سالهای ساله که ما هم دیگر رو میشناسیم، خیلی مهربانه، خیلی حرفه‌ایه در کار و خیلی با معرفت. امیدوارم اول امیدوارم همیشه سلامت باشی، امیدوارم که همینطور درخشان به پیش بری همیشه و بهترین آرزوها رو دارم. ممنونم. خیلی ممنون. بعضی ها کلن به استعفا حساسیت دارن، نه تنها خودشون استعفا نمیدن، بلکه اگه بشنون کسی در هر نقطه ای از دنیا هم استعفا داده حالشون بد میشه. پارسال یه مدیری استعفا داد، همه شاکی شدن که بی خود کرد استعفا داد، باید میموند و به خدمت به مردم ادامه میداد. عامیانش این میشه که آقا چرا بازار رو خراب میکنی؟ تو که استعفا میدی بد عادت میشن، پس فردا انتظار دارن ما هم استعفا بدیم. مثل مرد وایسا بگو دلم خواست خوب کردم. یه هواپیمای بین شهری در ژاپن سقوط کرد، بلا فاصله رئیس ایرلاین استعفا داد، مسئول بخش تعمیر و نگهداری هواپیماها هم به نشانه عذرخواهی از مردم خودکشی کرد. اینجا بعد از سقوط هواپیما یه عده خیلی نگران یکی شده بودن، تلفن زدن که دیدن نفسش بالا نمیاد، گفتن چی شده؟ بلای سر خودت نیاری، یه وقت تو مقصر نبودی. طرف همون جوری نفس نفس زنان گفت نه، من چون کباب سلطانی رو قیمه بهم نمیسازه. آره این اتفاق افتاده بود. گاهی واقعا رفتن خیلی ساده تر از موندنه. اینو با دقت به بعضی از موزیک ویدیوها کاملا میتونید درک کنید، نه که بعد تو 3-4 دقیقه تموم بشه، رفتن خیلی سریع اتفاق میفته، اولش 10 ثانیه همه چی عاشقانه است و اینا، بعد خانومه موبایل آقاها رو میبینه شاکی میشه، آقاها چمدونش رو جمع میکنه میره تو خیابون سیگار میکشه، خانومه تو خونه زانوهاش رو بغل میکنه گریه میکنه،
آقاه از جلوی پارک رد میشه، خودش و خانومش رو میبینه سوار تاپ شدن، تا میخنده تصویر محو میشه، تابه خالی میشه. آقاه بر میگرده خونه، میخواد در بزنه اما منصرف میشه، تا میاد بره خانومه در رو باز میکنه. اینجا دیگه خواننده داره گلوشو پاره میکنه. بعد اون زیر یه لیست با تشکر میاد، حدود 250 نفرن اسامی. اینو دوباره عرض بکنم، 1:38 تا ساعت 24 روز 13 فروردین وقت داریم که اگر 1:38 نفرستاده باشین بفرستیم، که شما هم یکی از برندگان این جوایز باشین که عرض کردم 10 دستگاه BMW و جوایز نقدی است. فرقی هم نمی کنه مشترک همراه اول باشین یا ایرانسل. با ستاره سه مربع هم عرض کردم تراکنش ها رو بیشتر کنید تا شانس برنده شدن در قرعه کشی بزرگ ما بالاتر بره. خب به حرف آخر، استعفا در واقع یک جور عذرخواهیه. عذرخواهی هم یک جور فرهنگه که نمیشه از همه انتظار داشت که داشته باشن. اگر استعفا نمیدید حداقل عذرخواهی کنید. اگر عذرخواهی نمی کنید لااقل ابراز همدردی کنید. اگر ابراز همدردی نمی کنید لااقل سکوت کنید. نمک به زخم نپاشید. توپ رو توی زمین کسانی که دستشون به جای بند نیست نندازید. فرافکنی نکنید، مغلطه نکنید، دروغ نگید. استعفا استعفا دادن کار کوچیکی نیست. به قول معروف چیزی از ارزش‌های فرد استعفا دهنده کم نمیشه. اصلاً خیلی آرزوشونه که استعفا بدن، آرزوشونه که یه شغلی داشته باشن. یعنی شما الان اگر در شرایط استخدام بنویسید به شرط استعفا پس از 2 پشت در خونتون صف می‌بندن، میگن حداقل 1-2 اموراتمون میگذره. میگن مدیر یعنی پرکارترین عضو مجموعه با مشغله زیاد. مدیری که کمکارترینه با مشاغل زیاد چرا باید استعفا بده؟ میگن معمولاً برای یک پست دنبال مدیر میگردن. مدیری که براش دنبال پست میگردن چرا باید استعفا بده؟ خیلی ممنونم که امشب انقدر گرم در کنار ما بودین. امیدوارم سال جدید پر از مهر، امنیت، آرامش، کاهش فشارهای مالی و اجتماعی و نبود هر چیز بدی باشه. خیلی ممنونم، به خدای بزرگ میسپارم.